در این شماره از بسته اخبار فرهنگ و هنر ایسنا خبرهایی از راه‌اندازی کارزاری در اعتراض به حذف ادبیات فارسی از کنکور، ادعای به قهقرا رفتن سینمای کودک و نوجوان، درگذشت یک استاد ادبیات فارسی و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. کارزاری برای اعتراض به حذف ادبیات فارسی از کنکور. در پی تغییرات کنکور 1402 و حذف درس‌های عمومی از جمله ادبیات فارسی از این آزمون، کارزاری برای درخواست تجدید نظر در حذف ادبیات فارسی از کنکور راه اندازی شده است. در پی اعلام تغییرات کنکور 1402 و حذف درس‌های عمومی از جمله ادبیات از آن، کارزاری با اسم درخواست تجدید نظر در حذف ادبیات فارسی از کنکور راه اندازی شده است. سامان آبدینی، پژوهشگر و دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی که این کارزار را راه انداخته، گفته ما در این درخواست توضیح داده ایم که بر اساس اصل 15 قانون اساسی، زبان و ادبیات فارسی رکن اصلی مردم ایران است و مکاتبات اداری هم با این زبان است. تنها جایی که می شود زبان را به صورت علمی به بچه ها یاد داد مدرسه است و زمانی که از کنکور حذف شود کم رنگ خواهد شد. با این تصمیم بیم آن می رود که به اتحاد مردم و در نهایت به خود زبان و ادبیات فارسی ضربه وارد شود. این کارزار 31 خرداد ثبت شده و تا 31 مرداد ادامه خواهد داشت. تاکنون حدود 2000 نفر این کارزار را امضا کرده اند. متن نامه این کارزار خطاب به رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نوشته و منتشر شده است. درگذشت حسن ذوالفقاری، استاد ادبیات فارسی. حسن ذوالفقاری، استاد زبان و ادبیات فارسی، در سن 56 سالگی بر اثر سکته قلبی از دنیا رفت. ذوالفقاری، استاد زبان و ادبیات فارسی، نویسنده و پژوهشگر ادبی، متولد 1345 در دامغان بود. او در آخرین سالهای عمرش از استادان اعزامی وزارت علوم برای کرسی‌های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شانگهای چین بود. از آثار او میتوان به منظومه‌های عاشقانه ادب فارسی، فرهنگ بزرگ ضرب المثل‌های فارسی، سر دلبران، باورهای عامیانه مردم ایران و ادبیات داستانی عامه اشاره کرد. گوی بلورین جشنواره کارلو ویواری برای تابستان با امید. جایزه بزرگ و گوی بلورین 56مین جشنواره فیلم کارلو ویواری به تابستان با امید ساخته صدف فروغی رسید. در مراسم اختتامیه این جشنواره بین‌المللی، فیلم سینمایی تابستان با امید محصول کانادا و ایران که با بازی لیلی رشیدی در شمال ایران فیلمبرداری شده، توانست پس از 10 سال غیبت سینمای ایران در بخش مسابقه این رویداد سینمایی، جایزه گوی بلورین بهترین فیلم را از آن خود کند. این فیلم به نویسندگی و کارگردانی صدف فروغی جایزه 25,000 دلاری را به خود اختصاص داد که بین کارگردان و تهیه کنندگان فیلم تقسیم می شود. سینمای کودک و نوجوان در قهقرا. رسول صدر عاملی در دوره همی فعالان حوزه کودک و نوجوان با موضوع کنشگری فعالان این حوزه و تدوین نظامنامه تولید و مصرف رسانه‌های جمعی از جمله فیلم و انیمیشن گفته در 2 دهه گذشته سینمای کودک و نوجوان به قهقرا رفته است. او گفته در هیچ کدام از دولت‌های قبل سینمای کودک و نوجوان جدی گرفته نشده و تنها عشق، شور و علاقه‌های فردی برخی فیلمسازان و مدیران دولتی بوده که جشنواره فیلم کودک و نوجوان را زنده نگه داشته است. برگزاری بزرگترین اجتماع زائران از زمان شیوع کرونا. امسال حدود 1,000,000 زائر در حالی که لباس احرام به تن داشتند در صحرای عرفات جمع شدند و مراسم روز عرفه را برگزار کردند. این بزرگترین اجتماع زائران از زمان آغاز همه‌گیری کرونا است. با اینکه همه‌گیری کرونا جمعیت زائران حج را به نصف رسانده، اما امسال حدود 850 هزار نفر از خارج از عربستان و حدود 150 هزار نفر از داخل این کشور در مناسک حج شرکت کرده‌اند. ایران در حالی که آخرین بار با حدود 85 هزار زائر در مناسک حج شرکت کرده بود، به خاطر قوانین سختگیرانه عربستان امسال کمتر از 40 هزار زائر را به حج فرستاد. همچنین از مجموع 39,635 ویزایی که عربستان برای زائران ایرانی صادر کرده بود، 43 نفر از شرکت در حج امسال انصراف دادند.